در سماوات و زمین جشن عظیم است امشب. در سماوات و زمین جشن عظیم است امشب. عید میلاد کریم ابن کریم است امشب. حسن پیدای حسن سر نهان حسنی، بلکه جانان همه خلق و تو جان حسنی. تو به باغ دل ما سرو روان حسنی، نخل طه و گل عطر فشان حسنی. شب میلاد با برکت سلاله پاک امام حسن مجتبی علیه السلام، حضرت شاه عبدالعظیم حسنی و این موالی راستین اهل بیت عصمت و طهارت که چهار امام معصوم رو درک کردند رو خدمت تک تک شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت عرض می کنم و انشاءالله همان گونه که این سید بزرگوار شاه عبدالعظیم حسنی دین خودش رو خدمت آقای امام هادی علیه السلام عرضه کرد و آقای امام هادی مهر تأیید بر دین و اعتقادات ایشون زدند، ما هم بتونیم دین، مذهب، آیین و رسم و رسوم و آنچه از اسلام فرا گرفتیم رو با روی باز و سرفرازی خدمت آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ارائه بدیم و عرضه بداریم و ایشون هم مهر تأییدی بر اون بزنن. عرض سلام و ادب و احترام من و همه همکارانم در شبکه امام حسین علیه السلام رو پذیرا باشید. وقت همه شما بینندگان عزیز ارجمند به خیر و خوشی و شادی باشه. مفتخریم از اینکه از کربلای معلا، از بهشت روی زمین کنار حرم باصفای آقای امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، که میدونم وقتی میگم امام حسین و ابوالفضل دل شما عاشقان شروع میکنه به تپش زدن و شروع میکنه به رغبت پیدا کردن برای اومدن به کربلا، جای شما خالی اینجا کنار حرم باصفای آقای امام حسین و آقای ابوالفضل عباس علیه السلام در این بین الحرمین نایب الزیاره شما هستیم و آماده ایم تا انشالله یکی دیگه از برنامه های ارزنده سرزمین عشق رو در خدمت شما باشیم، البته با حضور کارشناس عزیز و ارجمند برنامه که این شبها حقیقتا زحمت میدیم خدمتشون و در خدمتشون هستیم. حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی رفعتی که از طرف شما و خودم هم خدمت ایشون عرض سلام دارم و هم تبریک و تهنیت به مناسبت شب میلاد حضرت عبدالعظیم حسن. علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم و ولادت سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی رو یک خدمت یک بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. خدا حفظتون بکنه. اگر اجازه بفرمایید یک تبریک و تهنیتی هم خدمت آقای امام حسین علیه السلام و عموی بزرگوار ایشون در حقیقت، چون از سلاله آقای امام حسن مجتبی حسن حضرت عبدالعظیم حسنی و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، سلام بدیم خدمت این دو بزرگوار و بعدش وارد بحث رجعت بشیم. بفهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطلبی رو که هر کسی میخواد شروع بکنه به یاد گرفتن و حالا اگر هم بلد هست میخواد اطلاعات بیشتری راجع به اون مطلب به دست بیاره، خواه ناخواه راجع به اون مطلب سوالاتی در ذهنش به وجود میاد. به عبارت دیگه بخوام بگم، اگر یادمون باشه سر کلاس درس همیشه معلم‌ها و اساتید دوست داشتن دانش آموزان یا دانشجویان ازشون سوال بپرسن و سوال پرسیدن دانش آموز یا دانشجو نشون دهنده این هستش که نسبت به اون مطلب یا مسئله یا موضوع حساسه و میخواد مطلب بیشتری
یاد بگیره. بحث این شبهای ما هم بحث رجعت هستش. خب بحث رجعت از ضروریات مذهب حقه تشیع هستش و بنا به احادیثی که رسیده از ائمه اهل بیت، ائمه اطهار علیهم السلام، کسی که به رجعت اعتقاد نداشته باشه جزو شیعیان محسوب نمیشه. خب مسئله به این مهمی وقتی میایم واردش میشیم، کنکاش میکنیم و اطلاعات بیشتری میخوایم راجع بهش پیدا بکنیم، سوالهایی در ذهن ما به وجود میاد که تصمیم داریم انشالله اون سوالها رو امشب و شبهای آینده پاسخش رو از زبان کارشناس عزیز برنامه بشنویم. یکی از مطالبی که حقیقتا سوال هستش و من با اجازه شما بینندگان عزیز و خدای رفعتی این سوال رو در قالب یک مقدمه مقداری بازش میکنم تا بعدش انشالله در خدمتون باشیم برای تفصیلش، این هستش که خب ما همه میدونیم، یعنی تمامی مسلمانان متفق القول بر زندگی در این دنیا و بعد برزخ و بعد قیامت اتفاق نظر دارند. این که میگم مسلمان یعنی هم اهل تسنن و هم شیعیان. بحث رجعت که خب بحثی هستش که در حقیقت از ضروریات مذهب حقه تشیع هستش و خیلی از اهل تسنن اصلا ایراد هم که گرفتن که بر ایراد اونها ایراد وارد هستش، نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. خداوند بزرگ و منان عادل است و عدل یکی از اصول دین هست. خب آیا جهانی که الان وجود داره، جهان مادی و دنیایی که الان ما درش قرار داریم و بعد از اون برزخ و بعد از اون قیامت، کافی نیست که بخواد ظرف عدالت خدای عزوجل در اون قرار بگیره و اون عدالت به شکل کامل و جامع اجرا بشه؟ و چه نیازی دیگه هست که دوره یا فتره یا زمان یا بازه زمانی به اسم رجعت وجود داشته باشه که حالا در این رجعت یک عده انسان مجدداً به دنیا برگردن و خوبها بر بدها غلبه پیدا بکنن؟ و مطالبی که ما احادیث و روایات بسیاری در این زمینه داریم. در حقیقت سوالی که مطرح میشه اینجا این هستش که آیا فقط زندگی این دنیا و بعدش برزخ و قیامت کافی نبود که خداوند از خدای عزوجل رجعتی رو هم در این بین قرار داده یا نه؟ با این سوال وارد بحث میشیم تا انشاءالله در ادامه بحث باز هم اگر سوالی مطلبی بود من از کارشناس عزیز بپرسم و این مطلب برای همه ما بازتر بشه. در خدمتتون هستم. ممنون و متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض کردیم که دوران رجعت دنیای دیگری در همین دنیاست و کلن شکل و شمائل اون با این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم متفاوته. از هر لحاظ یک عالمی دیگر تو همین عالم هست و این یکی از حقایق، از مسلماتی هست که قابل انکار نیست و تو روایات ما اهل بیت فرمودن کسی که این باور رو نداشته باشه از ما شیعیان نیست. از چیزایی که اصلا از قدیم در طول تاریخ اسلام شیعه رو با اون میشناختن، یعنی میگفتن شیعه همون کسی هست که اعتقاد به رجعت داره. خیلی مسئله مهمیه و همینطور عرض کردیم که از لحاظ کم و کیف دوران رجعت بسیار بسیار وسیع‌تر و عریض‌تر از دوران ظهور هست. دوران ظهور با اون همه عجایبی که در خودش داره بدایه و آغازین دوران به اصطلاح حکومت اهل بیت علیهم السلام، مقدمه ای هست برای رجعت و خود اون هدف نیست، که نه هدف ما بعد از دوران ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا هستش و دوران رجعت هم مقدمه ای هست برای قیامت. همونطوری که دوران ظهور مقدمه است برای رجعت، رجعت مقدمه ای هست، ظرفیت هایی رو فراهم میکنه برای قیامت. دوره بسیار بسیار مهمی هست، ولی خب به هر حال این سوال به صورت جدی مطرح هست که اهمیت اون چی هست و برای چی باید باشه اساسا رجعت، حکمت وجود رجعت چی هست، آیا قیامت کفایت از رجعت نمی کنه، آیا آزمون و امتحان در دنیا کفایت از رجعت نمی کنه، آیا ظهور نمیتونه جایگزین رجعت باشه.
پاسخ به این سوال‌ها مدیون و مرهون فهم حقیقت رجعت هست و اگر اون فتح الفتوح و اون به اصطلاح شاهکار خلقت، حالا هرچی نام اون رو بگذاریم، از جهتی جا داره که شاهکار آفرینش در دوران رجعت محقق میشه و شاهکار اهل بیت علیهم السلام و اون هدایت قشنگ اونجا نمایش پیدا میکنه، اگر حقیقت رجعت اونگونه که هست، حالا اون مقدارش که به دست ما رسیده است و الا خود مسئله رجعت همینطور که در جلسات قبلا بهش اشاره کردیم از اموری هست که تا اندازه پوشیده بوده و دوران تقیه بوده و اساساً خود مسئله رجعت چون مسئله سیاسی هست و برخورد با حاکمان و طاغوت‌های زمان معصومین علیهم السلام داشته، خیلی نمیتونستن اهل بیت دربارش صحبت بکنن و لذا اینجا میبینیم که خیلی از مطالب و خیلی از معارف ناب مربوط به رجعت در قالب‌هایی گفته شده که تنها اهل ذوق، اهل دقت میتونن اونها رو در بیارن و تمییز بدن که این مربوط به ظهور است، این مربوط به رجعت است. خیلی از مطالبی که خود من گمان میکردم مربوط به قیامت هست، صیحه ها و علائم و نشانه ها، بعدها با روایات اهل بیت که روایات تأویلی قرآن هست، به هر حال دیدیم که اینها مربوط به دوران رجعت هستش. پس بنابراین این سوال ها هست و صورت طبیعی هست و نمیخوایم ادعا بکنیم که میتونیم به همه اونها پاسخ بدیم یا سوال هایی که خودمون داریم همه پرسشاشو بتونیم بگیریم، چون که اساسا مسئله مربوط به غیب است، مربوط به آینده است، ولی رجعت پژوهی بسیار ارزشمند است. دقت و تأمل، مطالعه و کنکاش در این زمینه آثار و برکات بسیار زیادی داره. معرفت انسان رو به خدا، معرفت انسان رو به اهل بیت علیهم السلام و به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و خیلی از معارف ارزشمند و نابی که آدم باید اونها رو بدونه، این معرفت زیاد میشه و شخصیت دینی انسان رو رشد میده. اطلاع و آگاهی کامل از معرفه از دوران رجعت. یکی از سوال‌های مهم همینه که باید پاسخگوی این باشیم که اساساً لزوم رجعت برای چی هست، حکمت وجود رجعت چیه. ببینید رجعت فتح الفتوح عالم هستیه. من اینو اجازه بدید امشب یه مقدار بازش بکنم، شاید اصلا یکی از مهمترین بحثایی که ما در رجعت داشته باشیم، حالا آیات، بله آیات رجعت مفصل هست در این زمینه، روایات رجعت بسیار بسیار فراوان هست، صدها روایت در باب رجعت ما داریم و خیلی مسائل حاشیه‌ای و پیرامونی که آغازش چگونه خواهد بود، میانه دوران رجعت چگونه است و پایان اون چگونه ختم میشه و اهل بیت علیهم السلام به چه صورتی، به چه گونه ای میان، اینا بحثایی هست که انشالله توفیق باشه در شبهای پیش رو دربارش بحث میکنیم. ولی یک سوال بسیار جدی و مهم غایتها و اهداف و حکمت رجعت هستش. اینو امشب یه مقداری بیشتر دربارش گفتگو کنیم، فکر میکنم مناسب باشه. ببینید دین، ایمان، اسلام، اینا مراتبی داره در وجود انسان. یعنی اینکه هر کسی از یک رتبه، همه انسان‌ها از یک رتبه واحدی برخوردار نیستن. کاملا طبیعیه. بله، گذشته از اینکه خود اسلام یک مرتبه از معرفت و وجدان دینی هست. بعد ایمان هست، بعد مثلا فرض فرمایید یقین هست. اینا مراتبش با هم فرق می‌کنه. بله. اسلام هست، ایمان هست، یقین هست. خود یقین تازه مراتب داره، حق الیقین داره، عین الیقین، علم الیقین داره، عین الیقین داره، حق الیقین داره. خود ایمان همینطور، خود ایمان مثلا درجاتی داره در بین خلق خدا، همونطور که یقین درجاتی داره و حتی شخصیت و ارزش انبیا رو بر اساس یقین میسنجن. یعنی اون چیزی که هویت میبخشه به جایگاه والای انبیا همین مقدار یقین اونها نسبت به خدای متعال و نسبت به مقدسات هست. حتی انبیا درجاتشون بر اساس یقین ما
در روایتی داریم که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کردند که عیسی ابن مریم بر روی آب راه می رفت. حضرت فرمودند لو زاد یقینه لمشاف الهوا، اگر یقین او افزوده می شد، عیسی ابن مریمی که در اوج یقین بوده، اسمت داره پیامبر، بله پیغمبر است و بله پیغمبر فرمودند که اگر یقین او افزوده می شد لو زاد یقینه لمشاف الهوا. شما که الان دارید از تیل عرض عیسی ابن مریم سخن میگید و اینکه روی دریا حرکت میکرد، روی آب دریا حرکت میکرد بدون اینکه مرطوب بشه بدن او، اگر ایمان و یقین او افزوده میشد تیل سماع داشت. خب مثل پیغمبر خودمون که به معراج رفتن و اون سفر طویل و عریض و اون سفر طولانی، در حالی که وقتی که از خانه بیرون آمدن، حالا از خانه ام سلمه یا شخص دیگر، در رو که بستن این کوبه در داشت تکون میخورد. پیغمبر خدا رفتن بیت المقدس و یا بیت المقدس، اونجا با انبیا نماز خوندن و بعد از اونجا به معراج رفتند و بهشت و جهنم و هفت طبقه آسمون و عجایب بهشت و جهنم رو دیدند و تماشا کردند و برگشتند و وقتی به خانه رسیدن هنوز اون کوبه در مشغول حرکت بود. این تیل سماع پیغمبر، این معراج پیامبر ما هست. بنابراین میخوام بگم که خود یقین مراتبی داره که انبیا هم مقامشون با همون یقین سنجیده میشه. تو پرانتز اگر بخوام بگیم، اون واقعه حضرت ابراهیم که 4 پرنده رو میگیره و میکشه و اونها رو که میگفت برای که اطمینان قلبی بیشتر بشه، اطمینان قلبی از همین باب هستش. یعنی حتی انبیا الهی که در اوج عصمتند، در اوج ایمان هستند، همونها هم ایمانشون افزوده میشه. بله، اونها هم ایمانشون، یقینشون درجاتی داره و با دیدن این نشانه ها و آیات الهی ایمان اونها هم افزوده میشه. پس بنابراین ببینید، اینها سلسله مراتب هست، دینداری در وجود افراد و اون دینی که در جامعه هست، این دارای مراتبی هست. بحث اینجاست که در دوران رجعت اهل بیت علیهم السلام، این دین و این معارف که در یک درجه ای قرار داره، اونجا به اوج خودش میرسه. یعنی اونجا رشد ایمانی ایجاد میشه، اونجا ایمان شکل میگیره. وقتی که عقل کامل میشه، وقتی که عقل از اونچه که هست 27 درجه بهش اضافه میشه، الان 2 درجه در بین خلق هست، 25 درجه به برکت دست با کفایت و پر از رحمت امام زمان که بر این سرها کشیده میشود، ما عقل ها کامل میشه. خب عقل ها که کامل میشه، ایمان ها هم کامل میشه، ایمان ها هم افزوده میشه. اون وقت در چنین شرایطی دینی لازم هست و حقایق و معارفی لازم هست که در خور اونها باشه. نمیخوایم بگیم که یه اسلام دیگه ای میاد و یک مذهب دیگه، نه، همون اسلامه، همون دینه، همون تشیعه، منتهای ما همون معارف اهل بیته، ولی در یک رویکرد متفاوت، در یک نگاه عمیق و دقیق به دین. مثل عقل، الان عقل هست، عقل وجود داره، اما وقتی که چند برابر بشه این عقل و کارایی های اون رو انسان تصور بکنه، با عقل 27 درجه ای داره توی این جامعه زندگی میکنه، چگونه خواهد بود؟ که البته حالا شاید خیلی نتونیم ما تصور بکنیم، یه چیزایی برداشت هایی میکنیم. انسان با 2 درجه و 2 به اصطلاح میزان از این عقل، این همه کارها رو انجام میده و این عقلی که منشأ شناخت خدای متعال هست و این عقل هست که خدا با اون بندگی میشه، خدا با اون بندگی میشه. اگر 27 درجه به اون، یعنی 25 درجه به اون اضافه بشه و این عقل بشه 27 درجه، ایمان هم همین درجات رو داره. اون وقت چنین ایمانی و چنین عقلی نیاز به دعوتی از سوی یک مربی آسمانی داره که در خور همون عقل و همون ایمان بتونه معارف رو القا بکنه. یعنی به عبارت دیگه میشه اینطوری گفت که یکی از اهداف و لزومیاتی که در حقیقت لازمه که تا بحث رجعت باشه، اینه که چون عقل ها کامل میشه، افرادی که در زمانی که بالاخره هنوز به اون 2 درجه علم هم کاملا نرسیده بودن ولی انسانهای صالحی بودن، برای اینکه بتونن برسن به اون حد بالا و برتر از علم
معرفت، ایمان و اون چیزی که در حقیقت میخواستن ولی چون در شرطشون امکان نداشته برسن، برای که اونها بتونن برسن، پس بنابراین یک دوره‌ای به اسم رجعت وجود خواهد داشت که اینهایی که میخواستن برسن، حالا بیایید بسم الله، این شرطش الان وجود داره، عقلها کامل شده، مرتبه ایمان و یقین خودتون رو هم به همون اندازه ببرید بالا و اون غایت و هدف اصلی خدای عزوجل که فرمودن در چند جلسه پیش هم که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دقیقاً در این دوران رجعت به تحقق بپیونده. احسنت، درود بر شما. همین طور هست. و حالا اگر بخوایم همین مطالب رو ما مستندتر عرض بکنیم و بیان بکنیم، با فرازی از زیارت جامعه خوب هست که ما بحث رو پی بگیریم. مؤمنون به ایابکم زائر به ائمه معصومین علیهم السلام، عرضه می دارد که من ایمان به بازگشت شما دارم. ایاب یکی از واژه‌های رجعت هست، معنای بازگشت. مؤمنون به ایابکم، مصدقون به رجعتکم. این سلسله مراتبش رو من دوست دارم که بینندگان عزیز هم دقت داشته باشن، این مراحل سیر به چه گونه ای داره در این زیارت طی میشه تا اینکه برسیم به اون هدف و غایت موضوع. مؤمنون به ایابکم، من یقین دارم که شما بر میگردید. مصدقون به رجعتکم، تصدیقم میکنم. یعنی این یک ایمانیه که همراه با تصدیق، شکی در اون ندارم، شبهی در اون ندارم، تصدیق میکنم که شما باز خواهید گشت، ایاب شما و رجعت شما حق است. منتظرون لامرکم، تو مرحله سوم بعد از ایمان، بعد از تصدیق میرسیم به چی؟ به انتظار. اینا سلسله مراتب داره. مرحله اول مرحله ایمانه، مرحله باورداشته. مرحله دوم یک قدم میره جلوتر، یک گام فراتر برمیداره و اینجا به تصدیق میرسه. تصدیق فرقش با ایمان اینه که تصدیق ایمان نهادینه شده است، ایمانیه که به ظهور و بروزم میرسه. درست. آمده تصدیق، من آره هستم، من باور دارم، من قبول دارم و تو عمل هم اون رو آشکارش میکنه. درست. این تصدیقه. بعد از ایمان و تصدیق میرسه دوره انتظار. یعنی من معارفی کسب کردم، مقدمات و زمینه هایی در وجود خودم فراهم کردم که از ایمان و تصدیق حرکت کردم، از این مبادی تا به انتظار رسیدم، که البته گوهر بسیار ارزشمندی گوهر انتظار که به این سادگی به برای کسی حاصل نمیشه، نیاز به کوشش داره. بله. نیاز به کار داره. اون گنجی هست که بدون رنج حاصل نمیشه، واقعا گنج انتظار. این که تو روایات ما فرمودن افضل اعمال، بهترین اعمال خلق هست، افضل اعمال امتی انتظار الفرج. این نشون دهنده اینه که به هر حال مبادی نیاز داره، باورهایی باید کنار هم قرار بگیره تا اینکه آدم به این انتظار برسه، بهش میگن منتظر. خب در مرحله سوم زائر به معصومین علیه السلام در این زیارت قشنگ و زیبایی که آقا امام هادی علیه السلام یادمون دادن، زیارت جامعه، عرضه می دارد که منتظرون لامرکم، من منتظر امر شما، نمیگه منتظر ظهور شما هستم. این هم نکته ای هست که فکر می کنم هر شب داریم یه جوری بهش اشاره می کنیم که ما منتظر ظهور نیستیم، منتظر امری مهمتر از ظهوریم که بعد از ظهور و در دل ظهور کم کم بدایه ها و نشانه های اون آغاز میشه و از اونجا شکل میگیره و اون رجعته. اون رجعت امر اهل بیت، رجعته. ظهور نیست، ظهور بدایه و مقدمه. بله. اون هست، ظهور زمینه ساز اونه. من منتظر امر شما. خب کلمات اهل بیت دیگه. بله. دقیقه. امر اهل بیت چی؟ امر اهل بیت همینه، بیان معارف و حقایق ناب که اینها اون زیبایی های قرآن و کلام پیغمبر خدا رو و اهل بیت رو، اینها رو، زیبایی هاشو برای مردم بیان میکنه. ما واقعا دستمون کوتاهه، ما از حقایق قرآن، از اون زیبایی های دین نگذاشتن بچشیم، نگذاشتن. دوران اهل بیت همه اهل بیت گرفتار ظالم ها و طاغوت ها بودن، فرصتی پیدا نکردن. خود پیغمبر خدا
مجال و فرصتی پیدا نکرد برای تبیین دین. این دین خیلی با عظمته، این دین دریایی از معارف داره، مراتب بسیار بلندی از معرفت هست که دست ما کوتاه و خرما برنخیل. خود همین آقا پیغمبر اکرم، خود حضرت برمیگردن و در دنیای دومشون، در رجعتشون از نو حقایق رو بیان میکنن و این روایات متعددی ما داریم در رابطه با این موضوع. تفاوت که دیگه در رجعت اون 27 درجه علم برای بشر حاصل شده. این نکته بسیار زیباییه که وقتی شما این بحث رو بیان کردید که تو رجعت دیگه اون عقل‌ها به حد اعلای خودش رسیده، اونجا دیگه اون علم، اون دین، اون اسلام که ان الدین عند الله الاسلام به صورت کامل ظاهر میشه، به صورت کامل اون اجرش، ارزشش، منزلتش مشخص میشه و یه اصطلاحی هست عامیانه میگن دیگه یتیم نمیشه. اگر دین همینطوری هم در زمان پیامبر بیان شد و آقا رسول الله مطرح کردن ولی به دست برخی به فراموشی سپرده شد یا منحرف شد، دیگه در زمان رجعت دیگه دین یتیم نمیمونه، دیگه همه میفهمن اصلش رو، محتواش رو و احسنت منطبق میکنه. بله همینطوره، یعنی که این دین سر و صاحب داره، الان هم داره ولی اونجا دیگه آشکار میشه قصه. امر اهل بیت اونجا از خفا و از تقیه و از سر به آشکار ترقی پیدا میکنه و این اراده خدای متعاله. اصلا هدف از خلقت هم همینه که به اینجا برسیم، ما بشر به اینجا برسه که با امر اهل بیت و اون دعوت واقعی و حقیقی و مکشوف و دعوت مکشوف، اصلا برای همین هست در ذیل آیه یا ایها المدثر قم فانذر، امام باقر علیه السلام فرموده این مربوط به رجعته. باطن این آیه ولی ظاهرش بله که پیغمبر خدا به هر حال نشسته بودند و پارچه‌ای دور خودشون پیچیده بودند و خدا بهش خطاب میکنه بلند شو برو و قریش رو، مردم مکه رو هدایت کن، قم فانذر. امام باقر علیه السلام فرمودن این واقع اون در رجعت است و این خطاب مال اونجاست. خود پیغمبر اکرم اونجا مشغول انذار میشود، اونجا حقایق رو تبیین میکنه. الا توی دنیا که شما ببینید چند تا جنگ بر علیه پیغمبر بود، 83 تا غزوه و سریه بود، عمر پیغمبر خدا رو گرفت. امیرالمومنین علیه السلام، قاسطین، مارقین، ناکسین، عمر امیرالمومنین، حکومت امیرالمومنین رو گرفتن. در آغاز حکومت حضرت، در آغاز امامت او هم که حضرت رو خانه نشین کردن و بیشترین ظلم و جنایت رو نسبت به امیرالمومنین انجام دادن و از اولین مظلوم عالم، امیرالمومنین گرفته تا خود آقای امام زمان، توی این دوران همه مظلومن. فرصتی پیدا نشد برای اینکه اون معارف به صورت آزادانه برای امام صادق علیه السلام که یه فرصت برهه کوچیکی کمی پیدا کردن با وجود اون همه مکتب‌های انحرافی. چون دوران امام صادق هم از این جهت نیاز به بحث داره که درسته که امام صادق دستشون باز بود، شاگرد تربیت می‌کردن، ولی این شاگردا یه تعدادشون شاگردان مدرسه خلفا بودن. اینها شاگردانی بودن که باور نداشتن استاد خودشون رو، باور نداشتن. ابو حنیفه شاگرد امام صادق علیه السلام بود، فرمود من تو همه چیز میخوام با او مخالفت کنم و هر چرا بدانم از امام صادق علیه، با اینکه خودش میگفت مگه اون دو سال نبود که من شاگردی بودم هلاک میشدم، ولی در این حال میگفت من دوست دارم در همه صغیره و کبیره، در تمام احکام فروعات ریز فقهی با امام صادق علیه السلام مخالفت داشته باشم. قصهش مشهوره و ابایی نداشت از بیان این مطلب. میخوام اینو عرض بکنم که هیچ کدام از اهل بیت مبسوط الید نبودن در بیان معارف، تا چه رسد به مسئله حکومت و اینها، که البته مسئله حکومت خیلی مهم نیست، از اون مهمتر حکومت بر دلهاست و تبیین معارف ناب توحیدی دینه. این اونجا شکل میگیره. خب به اینجا رسیدیم. مؤمنون به ایابکم، من ایمان دارم به بازگشت شما، مصدقون به رجعتکم، من تصدیقم میکنم، پاشم وای میسم و امضا میکنم که شما برمیگردید به رجعتتون، مصدقم. منتظرون لعمرکم، منتظر امر شما هستم، نه منتظر فقط ظهور. ظهور یک قدم هست و اون گام های مهمتر و بیشتر در امر اهل بیت. امر اهل بیت اون وقت محقق میشه که میان با هم میان
و اون دوران بسیار زیبا و قشنگی شکل میگیره. این که ما میگیم زیبا، اینو من بگم، حالا هم شبهای گذشته داشتیم هم شبهای بعد، مجدد تکرار میکنم، مقصود من، هدف من از این زیبایی تنها زیبایی ظاهری نیست. خواهش میکنم به این نکته خوب دقت کنید که اهل بیت علیهم السلام بر میگردن، اما فقط برای این که مثلا عدالت رو بست بدن، گسترش بدن. این هدف، هدف مهم و مقدسیه. عدالت جهان شمول بشه، این بسیار مهمه. الان خبری از اون عدل و عدالت نیست واقعا، موشه و کنار دنیا به زبونهای مختلف، به شیوه های مختلف دارن کلا سر مردم میگذارن، دارن ظلم به بندگان خدا میکنن. و این خیلی مهمه که عدل جهان شمول بشه، ظلمی هیچ کجا نباشه. خیلی زیبا میشه، واقعا قشنگه. ولی میخوام بگم همه مقصود من از زیبایی ها این نیست. بله، و خیلی فراتر از اینه. مقصود از اون زیبایی ها باز این نیست که آسمون و زمین نعمت هاشون رو آشکار میکنن. اینها مادی. اصلا شما فرض کنید که تمام خیابون ها از طلا باشه، تمام درخت ها بهترین میوه ها رو برای بندگان خدا داشته باشه، که البته خیلی نعمت هاش رو زمین آشکار میکنه، ولی باز هم اینها نیست. اینها اون زیبایی ها نیست. اون زیبایی هایی که من دارم میگم زیبایی های معنوی، درک، هدایت معصومین، اون هم مراتب عالی از معرفته. چون لذت معنوی و لذتی که در معرفت خدای متعال، در معرفت دین و در معرفت خود اهل بیت علیهم السلام نهفته شده، اصلا قابل مقایسه با اون نعمت ها نیست. یک فاز کاملا متفاوتیه و افق اون افق متفاوتی هست که اونهایی که اهل معنا هستن به این افق نگاه دارن، نگاه میکنن. اصلا مد نظر اونها اینه. این زیبایی که میگیم زمین و زمان تغییر میکنه، یک امام معصوم مهربانی مثل امیرالمومنین که زیاد میاد تو دوران رجعت، حالا متن رو انشالله فرصت شد میخونیم خدمتون، که میاد یک امام مهربان و خوب و مردم میتونن از هر کجای عالم خواستن بیان در کنار امیرالمومنین علیه السلام باشن، در کنار امام حسین علیه السلام باشن که 320 سال حدوداً در بین مردم در رجعت خواهد، نسبت به بقیه ائمه مقدار سن و اینها چند سال در این دنیا خواهند بود مشخص نشده، ولی انسان اینو درک بکنه که همه معصومین با هم هستن. پس اون زیبایی که شما در کلامتون با اون شعف وصف شدنی و وقتی که میگید زیبا هست، مشخص هست از طریق چهره شما، اون زیبایی، زیبایی معرفتی هستش که انسان میفهمه حقیقت عبادت و حقیقت عبودیت رو درک میکنه. اگر اجازه بفرمایید تقریبا به نیمه بحث رسیدیم، به نیمه و زمان برنامه رسیدیم، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد میان برنامه رو ببینیم، بعدش به ادامه بحث بپردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. رجعت رجعت یک باور راسخ و ارزشمند و برگرفته از متن معارف نابشیعه است. رجعت روح امید و استقامت را در کالبد شیعه در طول تاریخ دمیده است. به همین جهت دشمنان همیشه میکوشند تا با تحریف این حقیقت و دور نگه داشتن ذهن و اندیشه مسلمانان از این باور ارزشمند، پرده‌ای از جهل و تعصب بر روی آن بپوشانند. رجعت دوران رشد و شکوفایی شیعیان در پرتو حکومت سراسر لطف و رحمت امامان معصوم علیهم السلام می باشد. در این دوران تمام استعدادها و ظرفیتها به کمال مطلوب خود می رسند. آسمان و زمین نعمتهای خود را آشکار می کنند. هدف از آفرینش که همان عبودیت و بندگی خدای متعال است، در دوران رجعت به تمام معنا تحقق می‌یابد.
در اهمیت و ارزش رجعت. همین بس که در روایات روزهای خدا سه روز معرفی شده است: روز ظهور، روز رجعت و روز قیامت. ظهور مقدمه رجعت و رجعت مقدمه قیامت است. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت نموده است که آن حضرت فرمودند: آیا مخالفان ما رجعت را انکار می کنند؟ عرض کردم: آری ای پسر پیامبر. آن حضرت فرمودند: آیا آنان قرآن را نمی خوانند که می فرماید و یوم نحشر من کل امت فوجا، یعنی روزی که ما در آن از هر قوم گروهی را محشور می کنیم. آنان این آیه را چگونه تفسیر می کنند؟ آیا ممکن است در قیامت تنها گروهی از هر امت محشور شوند؟ عرض کردم: پس تفسیر آن چیست؟ آن حضرت فرمودند: این آیه مربوط به دوران رجعت و بازگشت ما اهل بیت به این دنیاست. حقیقتا در بحث زیبایی رجعت که آقای رفعتی بیان فرمودند، من فقط یک مطلب رو عرض بکنم: اگر مال و ثروت و دارایی و هر آنچه که مادی هست رو در نظر بگیریم، با داشتن اونها باز هم ممکن آدم بعضی وقتا پدر بشه، بعضی وقتا مثلا سر حال نباشه، بعضی وقتا کلا دلش بگیره، کما که داریم میبینیم خیلی از افراد خیلی مال و اموال دارن ولی گاهن کارهایی میکنن که انسان عادی و انسان طبیعی انجام نمیده. ولیکن تا حالا نشنیدیم که کسی بگه از یاد گرفتن یک مطلب جدید، از باز شدن ذهنم راجع به یک مسئله جدید و دانستن یک علم جدید ناراحت و پکر شده باشم. و این تفاوت لذت معنوی با لذت مادی هستش، که لذت معنوی خالص 100% هست، ولی لذت مادی هر چند باز هم زیباست، همونطوری که جای رفعتی بیان فرمودن زمین و آسمان برکت های خودشون رو بر مردم عیان میکنن و همه انسان ها در عدل و عدالت زندگی میکنن، ولی کن در مقایسه با اون لذت معنوی چیزی نیست. و اون لذت معنوی هستش که وقتی انسان به کنه اصل اسلام و معرفت و عبادت خدا و عبودیت مطلق میرسه، اونجاست که واقعا اون لذت رو از اعماق وجودش با اعماق وجودش درک میکنه. حاجی رفعتی در خدمت تو هستیم برای ادامه بحث. خواهش می‌کنم. بحث به اینجا رسید که به هر حال دعوت پیامبر خدا و امیرالمومنین علیه السلام و این زحماتی که تا اینجا کشیدن برای هدایت خلق پایان کار نیست. بله. درسته که پیامبر ما پیامبر خاتمند، اما هنوز هدایت به آخر نرسیده، هنوز راه بسیار زیادی پیش روه، بلکه اول راهیم ما. با توجه به اون چه که پیش رو هست، ما هنوز اول این راه سعادت هستیم و خود این بزرگواران میان دست بندگان خدا رو میگیرن و اونها رو به عالی ترین مقام عبودیت و بندگی خدا و سعادت میرسونن. حالا اون چیه؟ چگونه است؟ خب ما تو طبیعتاً از اون اطلاع نداریم، خبر نداریم، اما نمیتونه کسی ادعا کنه دیگه نهج البلاغه آخرشه. بله. یعنی بالاتر از اون امیرالمومنین علیه السلام برای آیندگانی که اهل معرفتن و زمینه‌های هدایت برای اونها فراهم‌تر شده است، بالاتر و برتر از نهج البلاغه برای اونها نمیگه. اون چه ادعایی نیست. انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. پیغمبر خدا میفرماد ما مجبوریم با هر کسی به اندازه عقل و دانش و ظرفیتش صحبت بکنیم، بیشتر از اون نمیتونیم صحبت کنیم. ظرفیت ها اون زمان همین قد بود، ولی این ظرفیت ها همین قد میمونه؟ نه، در دوران ظهور و در دوران رجعت خدای متعال ظرفیت ها رو بالا میبره و معرفت ها هم گسترش پیدا میکنه و اهل بیت به امر جدید میان.
خود پیغمبر خدا به امر جدیده، نه به دین جدید. اگرم دین هست که البته یعتی به کتاب جدید، به دین جدید، مقصود نیست که مثلا چیزی در برابر اسلام، هم عرض اسلام، نه نه، همین دینه، اما با یک امر جدیدی، با یک نگاه جدید. بله، با یک بیان جدید و معرفت هم حد و نهایتی نداره. سلمان تو اوج معرفت بود، اما در اوج معرفتی که ممکن بود برای ده. سلمان همون هم خیلی خوبه. میخوام اصلا اینو عرض بکنم، سلمان خب خیلی جایگاه بلندی داشت، صاحب سر اهل بیت بود و یقینا معرفتی که او داشت به مراتب صدها درجه بالاتر از معرفتی هست که یه آدم خیلی خوب و کار کرده در معرفت اهل بیت میتونه به اونجا برسه. سلمان از همه اینا بالاتر بود، منا اهل البیت بود، اونجا همه منا اهل البیت میشن. در دوران رجعت تنها سید ابن طاووس نیست که صدای امام زمان رو میشنوه در سرداب غیبت، این سید ابن طاووس بود و به هر حال این توفیق برای او حاصل شد که صدای امام زمان رو بشنوه که حضرت در اون سرداب برای شیعیان خودشون دعا میکردن. نه، اونجا یک اون فضا، یه فضایی هست که همه دیگه میبینند و میشنوند و امثال سید ابن طاووس و اونهایی که لحظه ای با این گوهر عالم هستی ارتباطی برقرار کردند و به چه جاهایی رسیدن که اینا دیگه واضحه. اونجا در دوران ظهور و در دوران رجعت همه سلمان میشن، اینو میخوام بگم. در دوران رجعت همه ابوذر میشن، تازه خود سلمان و ابوذر هم میان دوباره میشینن پای کلاس، میشینن توی صفه به هر حال درس و باز بالا میرن، اوج میگیرن، رشد میکنن. خیلی عجیبه اون دوران از این جهت، از این جهت که مثلا حالا یه نمونهی به ذهنم رسید، جریان میرزای قمی هست که ایشون میگه وقتی من از نجف آمدم قم، قصه مشهوری، این حکایتی که میخوام بگم حتما خیلی بینندگان شنیدن، ولی شاهد خوبی هست برای عرضی که میخوام بکنم. میرزای قمی میگه وقتی من آمدم و در قم مشغول درس و بحث شدم، شنیدم که علامه بحرالعلوم، که نام او هم بحرالعلوم نبود، بعدها به او دریای علم گفتن، کرسی مهم درس نجف رو به خودش اختصاص داده و شاگردای زیادی داره و خیلی ایشون آدم پخته ای. من تعجب کردم و بعد از مدتی رفتم نجف، به علامه گفتم که در یک جلسه خصوصی، گفتم یادت ما درس فلان آقا که می رفتیم، من درس استاد رو برای تو بیان می کردم و اینها، خیلی بهره از علم نداشتی، ولی امروز من پای درس تو آمدم، امروز در جلسه خصوصی با تو مفصل گفتگو کردم، دیدم نه واقعا این آدم شده علامه. مطلب چیه؟ قصه چیه؟ و او هم گفت که من برای تو میگم ولی تا زنده هستم به کسی نگو و راضی نیستم که این سر مگوی من جایی بازگو بشه. هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن، این سر رو به کسی نگو. ولی من گاهی معضلات علمی که برام پیش می آمد، می رفتم حرم امیرالمؤمنین و صدایی می شنیدم، حضرت با من تکلم می کردن. و یک بار که من رفتم حرم، حضرت به من فرمودن برو و مسائل خودتو از امام زمان سوال کن. گفتم من امام زمان کجا آقا رو ببینم؟ من کجا؟ او کجا؟ حضرت به من فرمودن که الان در مسجد سهله هستن حضرت. رفتم و حضرت مشغول نماز بودن، صبر کردم نماز تمام شد، بعد برگشتن رو کردن به من فرمودن که بیا نزدیک. من رفتم و با فاصله از امام زمان ایستادم، به من فرمودن بیا نزدیک. باز رفتم و یه مقدار با فاصله باز ایستادم، چون ادب نسبت به استاد، ادب نسبت به بزرگی، احترام اقتضا میکنه که انسان با فاصله باشه. میگه تو ذهنم خطور کرد که بیش از این دیگه ادب نیست جلو برم. یاد دادن به ما که ادب استاد اقتضا میکنه که با حریم و فاصله از او بنشین. میگه تا این مسئله به ذهنم خطور کرد، امام زمان فرمودن که ادب در اطاعت است. من میگم بیا نزدیک. رفتم و حضرت آغوش خودشون رو باز کردن و منو در آغوش گرفتن. از اون لحظه دیگه مسئله به نام معضل علمی برای من نیست و احساس میکنم از اون لحظه سینه من گشاده شد.
و عمیق‌ترین و دقیق‌ترین مسائل علمی پیچیده هم برای من حل شده است. خب اینو میخوام بگم که در دوران رجعت فقط علامه بحرالعلوم نیست که امام زمان او رو در آغوش میگیره، همه مؤمنینی که اونجا حضور پیدا میکنن میتونن در آغوش حضرت برن و این خیلی قشنگه و این خیلی زیباست و این چشم‌اندازی که امیدوار کننده است. بله. باعث میشه مؤمنین تمام سختی ها و گرفتاری ها و مشکلات این دنیا رو سپری کنن، بدانند که پس از این اصلا بهشت یک مسئله است. خود دوران رجعت بسیار قشنگ، اصلا بهشتی هم فرض کنیم نباشه که هست. همین صحنه ها و حضور معصومین و در رکاب معصومین بودن و تو خونه اهل بیت آمدن، این خودش بهشتی روی این کره خاکی خواهد بود که ارزش اون رو داره که آدم متدین باشه، آدم با این بزرگواران سر و سری داشته باشه. حقیقتا وقتی آدم با این دیدی که شما میفرمایید و باز میکنید فکر میکنه و تصور میکنه، به این نتیجه میرسید که چه زیر منی که میخوام به تکامل برسم، منی که از همه لحاظ میخوام کامل باشم و تمام تلاش خودم رو میکنم، از صبح تا شب هم کار میکنم بیرون این طرف، حالا چه درس میکنم چه کار میکنم چه مایحتاج زندگیم رو کسب میکنم که بتونم شرایط زندگی با آسایش و متکاملی رو فراهم بکنم برای خودم و خانواده. وقتی با این دید به این قضیه نگاه میکنم که شرایط و زمانی وجود داره به نام رجعت که در اون شرایط من به اون حد اعلای تکامل خودم میتونم برسم، واقعا حالا شما زیبا فهمید بهش که خب هست، ولی دیگه بهشت هم اگر نباشه حداقلش این اندازه واقعا خیال آدم رو راحت میکنه که خب من زمانی میتونم به اون حد اعلای مد نظر خودم برسم و این واقعا زیباست. واقعا هر چقدر هم ابواب معرفت الان باز باشه، ما باز هم تو کلاس ابتدایی معرفت هستیم. تصور کنیم که این کلاس تبدیل میشه به دانشگاه، این کلاس تبدیل میشه به محضر درس معصومین علیه السلام، اون خیلی معرفت انسان رو زیاد میکنه و این حقیقتیه، حقیقتی هست که این بزرگواران میان و هدف این نیست که حالا به هر حال فقط اینجا مردم امتحان بشن و بعدم از اینجا مستقیم برن به بهشت و قیامت و به هر حال تکلیفشون روشن بشه تمام بشه قصه بره، نه اصلا خدا آفریده برای اینکه به رشد برسن و این رشد مراحلی داره، یه بخشش این دنیای اول، یه بخشش هم تو دنیای دوم، اسمش رو میذاریم دنیای دوم. این دنیای دوم یه حقیقتیه توی همین دنیا، تو همین کره خاکی دنیای دومی هست، به همون دلیلی که باید دنیای اول باشه دنیای دوم هم هست، بلکه اونجا رشد به تمام معنا خواهد بود و این مسلم هست. من یه روایتی رو از کتاب قبل از اینکه روایت رو بگم من یک سوال مختصر بپرسم حضور خواجه عرفتی، این بحث رشد که فرمودید در رجعت و در زمان رجعت تکمیل میشه یا نه بعد از اون در بهشت هم مجددا مراحل بالاتر خودش رو طی میکنه؟ ببینید معرفت مثل نوره، به قول اهل علم مقوله به تشکیکه، مقوله مشککه. ببینید نور هیچ وقت حد و اندازه نداره، به نور یک شمع میگن نور، یه مختصری نور داره، شمع نوره، خورشید هم نوره، این وسط پروژکتور هم نوره، لامپ صد هم نوره، همه اینا نوره، به میرسه تا خورشید، خورشید هم نوره، حالا بالاتر از اون نور نیست. چرا؟ اگر که مثلا نوری تصور بشه که از اون درخشندگی، بازم نوره، باز از اون بالاتر تصور، چرا از اون بالاتر هم باشه باز نوره. معرفت اینجوره، معرفت حدی نداره، اندازه‌ای نداره و تو بهشت هم هست، تو بهشت هم این رشته هست، از اون دنیاهای قبل شروع شده با لطف خدای متعال شروع شده تو عوالم مختلف تا به دنیا رسیده و از اینجا هم همینطور تو عالم برزخ و بعد در دنیای دوم و بعد در ظهور، در واقع در دوران ظهور همینطور ادامه پیدا میکنه. بسیار. و قشنگی کارم همینه که کسی متوقف یا با اون حد نهایت، چون اصلا نهایتی نداره، نهایتی نداره. همینطور اهل بیت هم همینطوره، خود مقام پیغمبر خدا هم همینطوره، اصلا هیچ چیزی حد یقفی تو این عالم نداره. سوالی بود می‌فرستم که صلوات که میفرسته اللهم صل علی محمد و محمد به چه معنا
و بعدش در حقیقت ارتقای رتبه و درجه آقا رسول الله، بحث مفصلی است در این زمینه. بله. که این فرمایش شما در حقیقت جواب همین سوال است. بله، خود پیغمبر فرمودن با هر درودی که بر من میفرستید من درجه بالا میرم و همینطور ادامه پیدا میکنه، همینطور ادامه پیدا میکنه، هم خود انسان مقامش بالا میره هم پیغمبر. پس این درود ما بر پیغمبر هم فایده داره، گذشته از اینکه فوایدش بر خود ما هم فوق العاده زیاد هستش، بل مقام پیغمبر که دیگه گل سرسبد عالم خلقته. پیغمبر خدا لحظه به لحظه داره مقامش زیاد میشه، لحظه به لحظه، چون خدا هم درود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. مثلا فعل مضارع حالا بد نیست، حالا چون ذکر شریفیه، حالا اینکه شما اشاره فرمودید ذکر صلوات سید الاذکاره، سید الاذکار، سرور همه ذکرهاست، واقعا نورانیت میاره. واقعا ذکر صلوات که خیلی از بزرگان تاکید زیادی دارن روی این ذکر و همه چیز توش جمعه، همه چیز توش جمعه، توحید و نبوت و امامت و همه همه اینا توش خلاصه شده است، برای انسان نورانیت میاره، مشکلات و گرفتاری ها رو، مخصوصا مشکلات روحی روانی که گاهی انسان بهش مبتلا میشه. ذکر بسیار شریفیه، خدا خدا و همه ملائکش هر لحظه دارن درود میفرستن، چون فعل مضارع یصلون، اقتضای فعل مضارع تجدیده، احسنت، آفرین، تجدید و تداومه، یعنی هر لحظه میشه ثانیه به ثانیه، بلکه اقل از ثانیه این داره اتفاق میفته و ملائکه هم همراه خدا تعدادشون زیاده. بله. ملائکه از امیرالمومنین یا پیامبر خدای شخص سوال کرد چقدر تعدادشون، حضرت فرمودن به اندازه خاک، ذرات خاک، ذرات خاک خیلی زیاده، شما یه مش خاک رو برداری نمیتونی بشموری چند ذره است، تازه حالا اگه ذره رو بخوایم تو بعد اتمی و مولکولیش بخوایم بریم که دیگه. بله. اون وقت حضرت فرمودن عدد و تراب به اندازه تمام ذرات خاک کره زمین، که البته من باز فکر میکنم برای اینکه طرف بفهمه اینطوری، بله، عقل شخص صحبت شده. بله. خیلی تعداد ملائکه زیاد، خدای متعال اونها رو مدبرات امرا قرار داده که تدبیر میکنن تو این عالم، کاری هستن، هر کدوم از ملائکه یک باری رو بردوش دارن. وقت تمام اینها با خدای متعال همه با هم دارن درود بر پیامبر میفرستن و اینو میخوام بگم که چون لحظه ای مقام پیغمبر همینطور داره بالا میره، حد یقفی تو هیچ رشد و کمالی برای هیچ کسی نیست. یعنی سلمان هم که گفتیم مثلا مقرب امیرالمومنین بود و مقرب پیامبر خدا بود و خوب بود، سلمان الان اینطور نیست که الان توی حالتی ساکن قرار گرفته باشه تا ببینیم بعدن چه اتفاقی میفته، نه، اون هم رشدش رو داره ادامه میده. بسیار زیبا. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، این روایت در کتاب مشارق و انوار الیقین حافظ رجب برسی هست، معروف این شخص و این کتاب، فرمودن من انکر انلی فی الارض کرتون بعد کره، کسی که انکار کنه و نپذیره که من در این زمین آمدنی در پی آمدنی دارم، کرتون بعد کره و دعوتون بعد دعوه، این دعوته که گفتم اهل بیت میان تازه دعوتی دارن. بله. اما دعوته، ولی دعوت اسلامیه، ولی با یک بیان متفاوت برای انسانهای متفاوت در یک لولی کاملا متفاوت. و دعوتون بعد دعوه و عودتون بعد رجعه و بازگشتی بعد از اینا رو دوتا گفته امیرالمومنین علیه السلام، دوتا بیان کرد، یه بازگشتی بعد از بازگشتی، یکی که تو دنیا بودن که هیچ، میام یه بار دوباره میام، که این تثنیه و تکرار مقصود ازش دوتا نیست، بلکه مقصود ازش یعنی زیاد، درست، یعنی مرتب در این دنیا آمدنی خواهم داشت. اینا کیه؟ اینا مربوط به رجعت دیگه. و بیشترین شخصیتی که حضور داره در دوران رجعت، بیشترین شخصیتی که پررنگ نقشش امیرالمومنین علیه السلام، خیلی نقش امیرالمومنین علیه السلام در دوران رجعت پررنگه. حالا چگونه خواهد بود نمیدونم، شاید با هر امامی که میاد پدرشون میاد، و امیرالمومنین پدر هستن. بله. ابوالائمه. بله. هستن دیگه، حتما با هر کدام از این
معصومین علیه السلام حتما که میگم از شاید بله شاید این گونه باشه که در کنار هر کدام از این معصومین بزرگواری که رجعت دارن و میخوان به این دنیا بازگردند با تشریفات میان، حتما امیرالمومنین علیه السلام تو اون تشریفات هستن حتما، یعنی از باب گمان میگم و الا حتمی که ما اطلاعی از اون طرف نداریم. دعوتون بعد دعوه و عودتون بعد رجعه حدیثن کما کنت قدیمن، همون گونه که قدیم بودم در آینده و حدیث هم چنین حکمی برای من هست. کسی که نپذیره اینها رو فقط رد علینا، اون رد بر ما، یعنی معارفی را که ما گفته ایم نپذیرفته، رد کرده بر ما اهل بیت. و رد و من رد علینا فقط رد علی الله، کسی که بر ما این کار کند و از ما نپذیرد، از خدای متعال نپذیرفته و او رو رد کرده است. از این گونه روایت ها در کلام امیرالمومنین علیه السلام و بقیه معصومین علیه السلام زیاد هست که این بزرگواران میان و میان معمولا اینجور نیست که صرفا بیان برای که باشن و حضور فیزیکی داشته باشن. آمدن اونها برای انجام امر مهمیه، همونطوری که تو دنیای اول اومدن کار مهمی داشتن. تو دنیای اول الان این همه معارفی که هست و این همه برکات از وجود اون بزرگوار، یک آقا امام حسین میاد و کلی جهان رو دیوانه خودش میکنه، یک آقا امام هادی میاد تو زیارت جامعه رو بیان میکنه که میشه شناسنامه اهل بیت. یک آقا با تمام محدودیت هایی که داشتن، با تمام محدودیت. حالا اگر محدودیتی نباشه و افرادی هم که نشستن اینا بچه های ابتدایی نباشن، کلاس ابتدایی نباشن، اینها آماده باشن، اینها مراحلی رو طی کرده اند و گزینش شده اند و خوبانی هستند که خدای متعال اونها رو اصلا آورده پای این کلاس درس که از اینجا برن به مقصد برسن. دنیا مدرسه است، شکی نیست دنیا مدرسه است، برای اینکه انسان توی این مدرسه کار کنه، تلاش کنه، به جایی برسه. ولی شرایط اون مدرسه که در دنیای دوم با این مدرسه در دنیای اول خیلی متفاوته، بسیار بسیار متفاوته. البته اینها در هم تأثیر و تأثر هم دارن، به این معنا که اگر کسی در این دنیا خوب تلاش بکنه اونجا از ظرفیت بیشتری برخوردار میشه، اونجا از قرب بیشتری برخوردار هست و از نزدیکان و مقربان خواهد بود. بنابراین باورداشته اساسا یکی از حکمت‌های بحث رجعت و باورداشته رجعت اینه که نگاه انسان رو به قدرت خدای متعال میرسونه، این که انسان باور داره قدرت الهی رو که مردم رو بعد از اینکه از دنیا رفتن و این دنیا به ساتش یه مقدار برچیده شد و شکلش تفاوت کرد، دوباره خدای متعال اونها رو زنده میکنه و قدرت رو به دست اهل بیت میده و دشمنان دین رو و دشمنان اهل بیت رو اونها رو نابود میکنه. من فکر میکنم که یک بخش از بحث رجعت هم برمیگرده به توحید و خداشناسی. یعنی اون کسانی که اعتقاد به رجعت دارند، یعنی اعتقاد به قدرت خدا دارند، یعنی اعتقاد به توحید دارند، میدونن که خدای متعال چنین قدرتی داره و باور دارن این رو، چون باور رجعت یعنی باور توحید. باور رجعت یعنی باور قدرت خدای متعال. باور رجعت یعنی باور حکیمانه بودن فعل خدای متعال که این عالم رو خلق کرد. چون اگر رجعتی نباشه سوالی هست، ابهامی هست که خب چی شد؟ ما بنا بود به رشد برسیم، پس چرا موندیم از این رشد؟ حتما باید امر بسیار عظیمی در این رجعت اتفاق بیفته که خدا اون رو در زمره ایام الله قرار داده. سه روز ایام الله هستن، روز ظهور و روز رجعت و روز قیامت. و وقتی یوم الله از بین تمامی روزها، روز عاشورا، روز خلقت آدم ابوالبشر، روز بعثت آقا رسول الله، روز قدیر، اینا همه به کنار، این سه روز میشن ایام الله خاص. مطمئنن امری از این تر از همه اونهایی که اتفاق افتاده باید در این ایام اتفاق بفته که همطور که فرمودید نشانه ای از عظمت و جلوت و در حقیقت اون سطوت خدای عزوجل هستش و اون ظهور و جلوهی که خدا میکنه در عالم، که اون چه جلوهی هستش
اونطور که فرمودید ما اطلاعات آنچنان زیادی نداریم با توجه به همین که انسان‌ها از گوشه و کنار این عالم از قبرهای خودشون بیرون میان و همه میان در کنار امام زمان ارواح نافدا و یک حکومتی رو اون هم با دست غیبی خدای متعال حضرت شکل میدن و مهر و محبت همه جا حاکم میشه، ظلم از بین میره. اینها نشانه قدرت خدای متعاله و اوج قدرت همینه که یک حکومت از سوی آسمان اداره بشه که در اون دیگه ظلم نباشه، در اون ستمی نباشه، هر که هر کجای دنیا هست در آسایش زندگی کنه، حالا این جنبه های مادیش، و بعد در فضای قدس معنوی و آماده برای رشد که جنبه های معنویش هست که عرض کردم، این قدرت خدای متعال رو میرسونه. بنابراین برمیگرده بحث به این که باور داشته معاد، یک سرش برمیگرده به نکات بسیار ارزشمند و عمیق در باب معرفت خدای متعال. اهل رجعت به اعتقاد به تعبیر دیگر، اهل رجعت اهل توحیدن، اهل معرفت الله هستن. یه روایتی رو از عبدالرحمن قصیر از ابی جعفر امام باقر علیه السلام هست که قال قرأ هذه الآیه، راوی میگه امام باقر علیه السلام این آیه رو برای من خوندن که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خدای متعال جان مؤمنین رو از اونها خریداری کرده که برای بهشت رو در قبال اون به اونها عطا کنه. فقال هل تدری من یعنی، حضرت به من فرمودن که میدونی مقصود از این آیه چی هست و چه کسانی هستن اون مؤمنینی که خدا جان اونها رو در قبال بهشت خریده است؟ قلت و یقاتل المؤمنون فیقتلون و یقتلون. خب لابد این مؤمنینی هستن، میگه به حضرت گفتم احسن اون کسایی هستن که جهاد کردن، کشته شدن یا به هر حال تو میدان رزم هستن، قتال هست، در میدان قتالن، میکشن، کشته میشن، مقصود لابد اونا هستن. فقال الله، حضرت فرمود نه مقصود اونها نیستن، ولیکن من قتل من المؤمنین رد حتی یموت، اونایی که از مؤمنین از دنیا رفتن و کشته شدن خدا اونها رو بر میگردونه در این عالم تا اینکه اونها بمیرن، به مرگ طبیعی بمیرن. و من مات رد حتی یقتل، اونهایی هم که مردند از مؤمنین خدا اونها رو زنده میکنه که به فیض شهادتشون برسن، یعنی تدارک میکنه خدا اونها، خدا برای اونها تدارک میکنه در دوران رجعت. خب اینجا یه سوالی پیش میاد، کسانی که مردن برگردن تا به فیض شهادت برسن، مگر عقل ها کامل نشده توی رجعت؟ مگر همه عدالت برقرار نشده؟ دیگه چه کسی میاد اینها رو شهید میکنه؟ ببینید به هر حال این هست، عقل ها کامل شده ولی هوای نفس نمرده، هوای نفس هست. یعنی اون دشمنانی هم که برمیگردن اون افراد، اما بسیار محدوده. باز برمیگردیم به این که باید دوستان انشالله شبهای بعد بحث رو پیگیری بکنن، آغاز دوران رجعت با میانه دوران رجعت با پایان دوران رجعت متفاوته. در آغاز اون بحث حمله به دشمنان هست، اونهایی که میخوان بساط ائمه معصومین علیه السلام رو، بساط هدایت اونها رو برچینن، با اونها مقابله میکنن. بله در آغاز دوران رجعت هم هست، همونطوری که در دوران ظهور هست، که البته در این بخش دوران ظهور و دوران رجعت با هم شباهت های زیادی دارن. بله منتهای مراتب با همه اینها اون هوای نفس وجود داره و هوای نفس هم مثل شیطانه، و از اون جایی که شهادت فضیلتی هست، اون کسی که در دنیا مرده به. از دنیا رفته، خب یه توفیقی از او سلب شده دیگه، یه توفیقی از او سلب شده، یعنی این توفیقو نداشته که با شهادت به. از اون، چون شهادت خیلی خیلی پیش خدا جایگاه بلندی داره. خب این به عنوان مثال هم هست، شهادت یکی از اون فضائله، یکی از اون ارزش‌های
الهی هست که اینجا مثال زده شده، بقیهش هم همینطوره. یک کسی دنیا رفته یه فضیلتی رو کسب نکرد، اونجا بر میگرده که اون فضیلت رو کسب بکنه. از این باب هست. و شاهد مطلب از این روایت اون جمله آخرشه که حضرت به عبدالرحمن قصیر فرمودن و تلکل قدره فلا تنکرها. یه وقت مبادا انکار کنی اینا، این قدرت خدای متعاله. بسیار این از قدرت خدای متعاله که یک چنین فضایی رو، یک چنین دنیایی رو بعد از این دنیا فراهم می‌کنه. بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم جای رفعتی. حقیقتاً بس بسیار شیرین و با بیان سلیس شما شیرین‌تر و جذاب‌تر هم میشه. انشالله که شب‌های آینده هم بینندگان عزیز همراه ما باشن تا این مطالب رو باز هم به نتیجه بهتری و دقت نظر و دقت باز کردن بیشتری برسیم. یک مطلب، یکی از دوستان پیغام داده و سوالی پرسیده، اگر اجازه بفرمایید همونطور که قول داریم پاسخ سوال بینندگان عزیز رو هم بدیم. من این سوال رو از حسنالی بپرسم تو این 2-3 دقیقه پایانی انشالله این رو پاسخ بدید. خانومی فکر میکنم تماس گرفتن و پیغام دادن، تشکر کردن از برنامه و از مباحث هستادی و سوال کردن که اگر ممکنه چند تا کتاب در این مورد معرفی بفرمایید. ممنون میشم. یکی از کتاب هایی که به بحث رجعت پرداخته کتاب غیبت نعمانی هست، کتاب الغیبه اسمش، کتاب الغیبه هست، مربوط به دوران غیبت امام زمان و مباحث مربوط به حضرت هست، ولی در رابطه با رجعت هم این کتاب بحث کرده. ایشون شاگرد مرحوم کلینی هست، نعمانی شاگرد مرحوم کلینی هست که کتاب اصول کافی رو دارن. و کتابی که مستقل در این زمینه مادر کتاب بحث رجعت محسوب میشه، کتاب ایقاظ الهجعه فی اثبات رجعه هست که به صورت مستقل این کتاب به هر حال توسط صاحب وسائل جمع آوری شده و روایات بسیار فراوانی رو در این کتاب کنار هم ذکر کرده. و اخیراً هم فارسی هم شده. از ترجمه اون من واقعش اطلاعی ندارم، ولی این متن این کتاب هست که به عنوان مصدر و مستند خیلی از این مباحث قرار میگیره. و کتاب‌های دیگری هم که اخیراً در این زمینه وجود داره، از جمله کسانی که در این زمینه زحمت زیادی کشیدن و ما این شبها مباحثی که مطرح میکنیم از کتاب ایشون خیلی استفاده میکنیم، آیت الله سند هست. 2 جلد کتاب عنوان رجعت نوشتن که مباحث پژوهشی و تحقیقی بسیار ارزشمندی در این کتاب هست. خیلی ممنونم، متشکرم آقای رفعتی، واقعا استفاده کردیم. انشالله که در شبهای آتی هم بتونیم بیش از پیش استفاده بکنیم از مباحث اصلی. اگر اجازه بفرمایید با اجازه شما از بینندگان هم خداحافظی. ممنون و متشکرم. بینندگان عزیز و ارجمند، از شما هم سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با برنامه خودتون همراه بودید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خودتون رو حتما برای ما ارسال کنید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. تا احسن تو بسته پدر کنید. مهر تو ای حسین از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین جان.